خانم بر شما خوش آمدید به این بخش خبری با من فریب شیروزی همراه باشید با خبرهای امروز محمد رضا با هنر دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری در جلسه سراسری این جبهه که امروز پنجشنبه برگزار شد گفت خط اصلی در مسائل هسته را رهبری میدهد دهد و با بیان اینکه خط قرمزها برای تیم هسته ای روشن است افسوده است محمد جواد ظریف با این خطوط آشناست و خط قرمزها رعایت می شود. به با این حال گفته امروز جمهوری اسلامی درگیر یک جنگ تمام ایار دیپلماتیک است و باید از سربازان دیپلماتیک خود حمایت کند. حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه در مؤسسه کیهان در نشست سراسری مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه کشور درباره توافقنامه ژنو گفته است برخلاف آنچه که اعلام می شود توافقنامه دستاوردی برای ما نداشته است به در بخش دیگری از سخنان خود از سیاست های فرهنگی دولت حسن روحانی انتقاد کرده و گفته است کسانی در این دولت تلاش داشتند مراسم یاد بود برای صادق هدایت برگزار کنند. آقای شریعت مداری با حمله به صادق هدایت گفته است احمد شاملو جاسوس نازیها بوده و سند آن هم موجود است. رسانه های ایران گزارش دادند امروز پنجشنبه اول اسفند ما روزنامه آسمان با اعلام جرم دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل آنچه نشر مطالب خلاف موازین اسلامی و توهین به مقدسات عنوان شده است توقیف شد. تنها چند روز پس از انتشار روزنامه اصلاح طلب آسمان خبرگزاری سپاه با حمله به یک جمله از گزارش این روزنامه به نقل از داوود هرمیداس باوند را مورتت خواند روزنامه آسمان در شماره روز گذشته خود به نقل از داوود هرمیداس باوند نوشته لایحه غیر انسانی قصاص و این موضوع منجر به واکنش گسترده خبرگزاری های امنیتی در ایران شده است. خبرگزاری تصنیم وابسته به سپاه با انتشار این خبر نوشته است ویکیپدیا داوود هرمیداس باوند را از اعضای جبهه ملی معرفی کرده است. جبهه ملی خورداد ماه سال 60 هم بیانیه علیه لایحه اسلامی قصاص صادر کرد. به دنبال آن امام خمینی جبهه ملی را مرتد اعلام کرد. تصمیم در این رابطه همچنین با موسوی از نمایندگان مجلس گفتگو کرده و به نقل از وی نوشته است اگر کسی مواردی که کس صریحا قرآن به آن اشاره کرده از جمله قصاص را منکر شود ارتداد در مورد وی قطعی است. چندی قبل روزنامه بهار به دلیل انتشار یک مقاله توسط علی, علی اصغر قروی توقیف و آقای قروی هم بازداشت شد همچنین وزیر ارشاد نیز از مجلس کارت زرد گرفت خبرگزاری ایرنا گزارش داده است ایران و انگلیس در پی مذاکرات و توافقات به عمل آمده از اول اسفند ماه امسال به وضعیت حفاظت منافع پایان داده و به صورت مستقیم و از طریق کارداران غیر مقیم روابط دو جانب را دنبال می کنند. روابط دیپلماتیک میان تهران و لندن دو سال پیش پس از حمله بسیجی ها به سفارت بریتانیا رو به تیرگی گذاشت و سفارت بریتانیا در تهران تعطیل شد. پس از آن و به دنبال روی کار آمدن حسن روحانی ابتدا دو, دو کشور امان و سوئد به عنوان حافظ منافع ایفای نقش کردند و بعد هم ایران و انگلیس کاردار غیر مقیم تعیین کردند طی سه ماه گذشته جمهوری اسلامی در دیدارها و گفتگوهای متعددی با مقامات انگلیس تلاش کرده بود تا روابط دو کشور بهبود یابد علی حکیم جوادی رئیس سابق سازمان فناوری اطلاعات و مجری شبکه ملی اطلاعات در دولت دهم میگوید فعالیت همه کاربران ایرانی در اینترنت رصد می شود. به در پاسخ به این سوال که آیا با رصد شدن کاربران مخالفتی ندارید و آن را تجاوز به حریم شخصی کاربران تلقی نمی کنید گفته است مطمئن باشید در حال حاضر هم کاربران و تمام فعالیت های آنان در فضای مجازی دیده می شود. منتها افراد الان نمیدانند که در حال رسد شدن هستند. اما اینکه به عنوان شیوه ای اعمال نظارت نمی توان از آن استفاده کرد به این دلیل است که مشکل حقوقی دارد. آقای حکیم جوادی گفته است به لحاظ حقوقی باید چهارچوبها تعریف شود و همچنین فرهنگ سازی کرد تا کاربران مطلع شوند که دیده می شوند. به گفته در بحث رسد کردن مشکل فنی وجود ندارد. اما عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران اعلام کرده است پس از دو روز مذاکرات فشرده ایران و گروه پنج به علاوه یک در باری برنامه کاری و چارچوب مذاکرات جامع برای گام نهایی توافق کردند. این عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران همچنین گفته است دور بعدی مذاکرات میان ایران و گروه پنج به علاوه یک آخر اسفند ماه در وین برگزار می شود. معاون وزیر خارجه ایران از توافق اولیه ظریف و اشتون پس از دو روز مذاکرات فشرده خبر داد. عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده ایران پس از دیدار کاتین و محمد جواد ظریف اعلام کرد که دو طرف درباره چارچوب مذاکرات جامع به توافق رسیدند. اراقچی افسود که دور بعدی مذاکرات نیز آخر اسفند ماه برگزار خواهد شد. در همین حال وزارت امور خارجه ایالات متحده هم اعلام کرد که این مذاکرات پیشرفت هایی داشته است. به گزارش خبرگزاری رسمی آلمان ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت فکر می کنم که در روزهای اخیر پیشرفت هایی داشته ایم و امیدواریم بتوانیم رو به جلو پیش برویم. خبرگزاری فرانسه نیز از وین گزارش داد که خانم هارف این گفتگوها را سازنده و مفید خوانده و افسود است که مذاکرات طرفین در خصوص روند و محتوا بوده است. روز چهارشنبه یک دیپلمات ارشد غربی روند گفتگوها را به طور تعجب برانگیزی خوب توصیف کرده و یک مذاکره کننده ایرانی نیز گفته بود که دو طرف به چارچوب مذاکرات جامع دست یافتند اما هنوز چیزی بر روی کاغذ نیامده است. در عین حال یک دیپلمات اروپایی نیز نشست روز چهارشنبه را سازنده و جدی توصیف کرد و گفت تمرکز مذاکرات بر روی معلفه ها و روند مذاکرات و جدول زمانمندی در مورد آنچه که باید در میان مدت و بلند مدت صورت بگیرد بود است. این دیپلمات اروپایی همچنین گفت ما انتظار نتایج فوری نداریم. قرار است امروز صبح به وقت محلی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ای ایران و کاتی نشتون نماینده گروه پنج به علاوه یک یک کنفرانس خبری مشترک برگزار کنند. هدف از گفتگوهای دو روز اخیر رسیدن به توافقی بر سر چارچوب مذاکرات چند ماه های آینده ذکر شده است. نشست وین در حالی شروع شد که آیت الله خامنه ای در آستانه برگزاری آن بر عدم خوشبینی خود به گفتگوهای هسته ای تاکید ورزید و بار دیگر با آمریکا تاخت. او گفت مذاکرات ادامه خواهند یافت گرچه به نتیجه بخش بودن آن امیدوار نیست خامنه ای همچنین روز گذشته و در دومین روز نشست وین هم رئوس اقتصاد مقاومتی را برای اجرا به رؤسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام ابلاغ کرد این در حالی است که توافق موقت ژنو موجب تعلیق برخی تحریم ها و گشایش اندکی در فضای اقتصادی ایران شده است در همین حال سردار محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران هم با اشاره به مذاکرات ایران با پنج بلابه یک گفت فعلا به دلیل مقطع حساسی که باید مذاکرات به جلو برود تا بهانه دست کسی ندهیم باید سکوت کنیم و بغز در گلو نگه داریم چون هدف اصلی هم برداشتن فشار اقتصادی بر مردم است که بسیار مهم است شورای قوانین اسلامی دیر از زور که گروهی متشکل از جنگجویان اسلامگرای سوریه است به زنان سوری تا روز شنبه هفته آینده فرصت داده است مقررات مربوط به حجاب اسلامی را رعایت کنند ماه گذشته سازمان دیدبان حقوق بشر که مقرش در نیویورک است گزارش داد جبهه النصر و حکومت اسلامی شام و عراق از تندروترین گروه های اسلامی در سوریه در مناطق تحت کنترل خود زنان را مجبور به رعایت حجاب اسلامی می کنند. در این گزارش تاکید شده که این گروه ها از رفت و آمد زنان و دختران و حضور آنها در مدارس و محل کار جلوگیری می کنند. نخست وزیر اسرائیل از مجروحان سوریه ای که برای مداوا به بیمارستانی در بلندای جولان منتقل شدند ایادت کرد و در این حال جمهوری اسلامی را مسئول خونریزی در سوریه دانست. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، پرس، بنیامین نتانیاهو در جمع مجروحان سوریه ای گفت کسانی که مجروح شدهاند به خاطر اقدام جمهوری اسلامی در مسلح کردن حکومت اسد است. دیگر از قربانیان چیزی نمیگویم. به سپس ایران را در نقطه مقابل اسرائیل قرار داد و تاکید کرد که چهره حقیقی اسرائیل این است در حالی که ایران کسانی را که این قتل و آمها را مرتکب می شوند مسلح می کند و این هم چهره حقیقی ایران است. ویکتور یانکوویچ رئیس جمهوری اوکراین از توافق با رهبران مخالف بر سر توقف درگیری ها و اعتراضات خبر داد و افزود دور جدیدی از گفتگوها برای پرهیز از وقوع خونریزی های بیشتر به زودی آغاز خواهد شد. به دنبال درگیری های خونین در اوکراین، رئیس جمهوری اوکراین روز گذشته رئیس نیروهای مسلح این کشور را برکنار کرد. این در حالی است که به دنبال درگیری های 29 بهمن ماه در این کشور رهبران اروپایی خود را برای اعمال احتمالی تحریم ها علیه دولت اوکراین آماده می کند. باراک اوباما با محکوم کردن اعمال خشونت آمیز به مردم هم دروره عبور از خطوط قرمز هشدار داد و گفت حکومت اوکراین مسئولیت اصلی در برخورد مناسب با اعتراض های را بر عهده دارد. آنگلا مرکل صدر آلمان هم گفته است که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفتگو کرده و طرفین بر جلوگیری از شدت یافتن عملیات خشونت بار در اوکراین تلاش خواهند کرد. در همین حال وزرای خارجه آلمان، فرانسه و لهستان برای ارزیابی اوضاع اوکراین امروز پنجشنبه به این کشور سفر خواهند کرد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه هم گفته است این سفر پیش از برگزاری نشست اضطراری اتحادیه اروپا برای بررسی احتمال اعمال تحریم‌های علیه اوکراین و به منظور جمع‌آوری آخرین اطلاعات انجام می‌شود. در همین رابطه گزارشی داریم از همکارمان محمد رضا شاهید در پاریس که دعوت میکنم با آن توجه فرمایید در 24 ساعت گذشته فرانسه و امریکا مهمترین موضوع مشترک رو یعنی مسائل اوکراین رو دنبال کردن دیروز آقای جانکری در پاریس در کاخ وزارت خارجه با آقای فابیوس دیداری داشت so Merci beaucoup, feeling... John. Ben, je te redis le plaisir que c'est pour moi de après cette visite d'État tellement réussie euh, à Washington. Nous allons parler avec le secrétaire d'État Kerry de, de toute une série de questions dans un instant. Mais évidemment, ce qui mobilise notre attention aujourd'hui, c'est la situation en Ukraine. و او نتیجه ملاقات رو در واشنگتن بسیار مثبت و با ارزش دونست و پاریس رو ادامه همین گفتگوها چرا که امروز آقای فابیوس همراه با وزیر خارجه آلمان و لهستان به اوکراین رفتند به کیف تا امروز بعد از ظهر در نشست بروکسل نشست اتحادیه اروپا با شرکت وزرای خارجه در این باره تصمیم گیری کنند دیروز آقای اولان بعد از ملاقاتش با خانم آنجلا مرکل بیانیه ای صادر کردن و اون اینکه تحریم های فردی مسئولان رو در اوکراین دنبال خواهد داشت یعنی مسدود سازی حساب های شخصی آنها در بانک های خارجی و همینطور عدم صدور ویزا در مورد اوکراین مسائل بسیاری شنیده شده است همونطور که آقای جان کری دیروز اشاره کرد آقای فابیوس هم گفت فرانسه در بی تفاوتی و سکوت باقی نخاندان هنوز نمیدانیم که آیا آقایان کری و فابیوس در مورد مسائلی مثل و یا نشست پنج علاوه یک با ایران صحبتی داشته هم یا نه اما اونطور که از طریق دیپلومات هایی که نخواستن نامشون رو اعلام بکنن در مورد مذاکرات پنج علاوه یک با ایران این خبر رو شنیده ایم که اگرچه مذاکرات سخت بود اما به پرسش های بی که در چندین سال شاهد اون بودیم و امروز با 19 هزار سانت ریفیوژ احتمالاً به یک تفاهم کامل تا چند ماه آینده دست خواهیم یافت و جزئیات اون قطعا تا لحظه انتشار تفاهم نهایی اعلام نخواهد شد. پاریس تلویزیون ایران فردا یک عضو کابینه دولت ونزوئلا گفته است نه ونزوئلا اوکراین است و نه نیکولاس مادرو ویکتور یانکوویچ به گزارش رویترز وی در صفحه توییتر خود خطاب به مردم ونزوئلا نوشت اجازه ندهید که از کشور به این صورت استفاده شود دولت ونزوئلا احزاب مخالف دولت را به دلیل نوآرامی های اخیر متهم به انجام یک کودتا کرده است مادرو رئیس جمهور این کشور نیست دانشجویان معترض را فاشیست خوانده است همزمان با موج خشونت ها در اوکراین در ونزوئلا نیز دو تظاهرات گسترده که یکی از آنها از سوی دولت و دیگری از سوی لوپز رهبر جناه مخالف دولت فراخوان شده بود برگزار شد در جریان این تظاهرات لوپز که در ارتباط با نارامی ها تحت پیگرد دولت بود طبق وعده ای که داده بود خود را تحویل مقامات دولتی داد استیون گرین سرباز سابق ارتش آمریکا که در جریان تجاوز گروهی به یک دختر بچه عراقی و قتل او و خانواده نقش اصلی را داشت خودکشی کرده است. به گزارش بی, بی جسد این سرباز سابق ارتش آمریکا در عراق در زندان ایالتی آریزونا پیدا شد جایی که او محکومیت حبس ابد خود را می گذارند. به گفته مسئولان زندان آریزونا تحقیقات بیشتر در مورد علت مرگ این سرباز ادامه دارد. استیون گرین و همدستانش در سال 2006 در منطقه محمودیه عراق با ورود به خانه ابتدا پدر، مادر و خواهر یک دختر 14 ساله عراقی را کشتند و بعد از تجاوز او را سوزاندند. این سرباز آمریکایی پیش از آنکه دستگیر و محاکمه شود به علت آنچه در پروندهش تحت عنوان اختلال شخصیت درد شد تنها پس از 11 ماه عضویت در ارتش آمریکا اخراج شد اما چند ماه پس از آن او و سه همدستش بازداشت شدند روسیه برای میانجیگری میان ایران و عربستان سعودی به منظور بهبود روابط میان دو کشور اعلام آمادگی کرده است. در سالهای اخیر اختلافها میان ایران و عربستان سعودی بالا گرفته است. اوج این اختلاف بر سر بحران سوریه است در حالی که ایران از نظام بشار رئیس جمهوری سوریه حمایت می کند عربستان سعودی پشتیبان مخالفان اوست. روسیه برای میانجیگری میان ایران و عربستان سعودی اعلام آمادگی کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در این خصوص گفت که مسکو از هر گونه تماس و گسترش روابط میان ایران و عربستان سعودی استقبال می کند. لاوروف که در سومین نشست گفتگوهای استراتژیک وزرای امور خارجه روسیه و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در کویت سخن می افزود، امیدوار هستیم که گفتگو میان ایران و عربستان سعودی ادامه دار باشد. او همچنین با اعلام آمادگی مسکو برای میانجیگری میان ایران و عربستان سعودی گفت اگر شرکای ما در سعودی و ایران ببینند که این به سودان آنهاست و از دیدگاه آنها گفتگو نیاز به کمک خارجی با مشارکت ما دارد ما تعاملی مثبت در این زمینه خواهیم داشت اما خود را تحمیل نخواهیم کرد لاوروف پیش از این در یک مصاحبه با یک روزنامه روسی ادامه اختلاف میان عربستان سعودی و جمهوری اسلامی را عامل شکاف خطرناک در جهان اسلام میان سنی ها و شیعیان دانسته بود با این حال به تازگی نشانه هایی از بهبود روابط میان تهران و ریاض هم به چشم میخورد روز یکشنبه 27 بهمن سفیر جدید عربستان سعودی در تهران رونوشت استوارنامه خود را تقدیم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کرد ظریف در این دیدار با اشاره به اولویت جمهوری اسلامی به خصوص احتمام دولت جدید در توسعه و گسترش روابط با همه کشورهای همسایه و مسلمان به ویژه عربستان سعودی بر جایگاه و نقش دو کشور بزرگ و مسلمان در منطقه و جهان تاکید کرد. ظریف همچنین روابط تهران و ریاض را در عرصه دو جانبه روابطی مبتنی بر عناصر و مبانی همسایگی و مشترکات دینی و فرهنگی خوب توصیف کرد. او با اشاره به فرصت ها و چالش های موجود در عرصه منطقی و بین المللی و زمینه های همکاری مشترک در راستای مصالح و منافع دو کشور روابط خوب بین ایران و عربستان سعودی را به عنوان دو کشور مهم و مؤثر را به نفع دو کشور منطقه و جهان اسلام و همه دنیا دانست و تاکید کرد باید با نگاهی واقع بینانه رو به جلو حرکت کنیم عبدالرحمن بن قرمان الشهری سفیر جدید سعودی در تهران نیز در این دیدار با تاکید بر استقبال مجموعه کشورهای منطقه از جمله مقامات عالی رتبه کشورش از روی کرد و تعامل سازنده تهران از زمان آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی ایران و عربستان را دو کشور بزرگ در منطقه توصیف کرد در همین حال رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید نشانه هایی در دست است که عربستان سعودی در حال تجدید نظر در سیاست های داخلی و خارجی است سرلشکر حسن فیروزآبادی با اشاره به تغییر شاهزاده بندر بن سلطان رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی گفت دوران حمایت عربستان سعودی از تکفیری های به گفته وی تندرو و متعصب به پایان رسید است. اختلاف ها میان ایران و عربستان سعودی بیشتر بر سر بحران سوریه است. اخیرا نیز عربستان سعودی با حضور جمهوری اسلامی در کنفرانس بین المللی سلح سوریه که ماه گذشته در ژنو برگزار شد مخالفت کرد. مخالفت اعتلاف ملی اپوزیسیون سوریه طرف مذاکره کننده با دولت این کشور در ژنو که از پشتبانی عربستان سعودی برخوردار است باعث شد سازمان ملل متحد دعوت از جمهوری اسلامی را برای حضور در کنفرانس پس بگیرد بحرین یکی دیگر از زمینه های اختلاف میان ایران و عربستان سعودی است عربستان سعودی از دولت سنی مذهب بحرین حمایت می کند و این در حالی است که ایران حامی معترضان در بحرین است ریاض و منامه جمهوری اسلامی را به تحریک اعتراض ها در بحرین متهم می کنند. پرونده اتمی ایران یکی دیگر از موارد میان اختلاف میان دو کشور است. پیش از انعقاد توافقنامه موقت اتمی میان ایران و گروه پنج علاوه یک در سه ماه پیش مقام های سعودی بر ضرورت فشار جامعه جهانی بر تهران به منظور جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ اتمی تاکید می کردند. به گزارش منابع مطبوعاتی لبنان و به نقل از ارتش این کشور عامل انتحاری که روز چهارشنبه رایزنی فرهنگی ایران در بیروت را مورد حمله قرار داد یک جوان فلسطینی تند به نام نزال المغیر است به شاگرد احمد الاسیر روحانی تندروی سنی مذهب بوده که بعدها به گروه عبدالله ازام ملحق شده بود. این منابع در گزارش خود به آزمایش خون پدر وی توسط وزارت اطلاعات ارتش لبنان استناد کردند. در همین حال سراجدین زریقاد، زریقات یکی از رهبران برجسته گروه عبدالله ازام با انتشار بیانیه ای کوتاه در توییتر شخصی خود با تهدید مجدد حزب الله لبنان گفته است شما علنا وارد جنگ در سوریه شده اید بنابراین عواقب آن را نیز باید تحمل کنید مرزی افخام سخنگوی وزارت خارجه ایران انفجارهای انتحاری در بیروت را کار دشمنان ثبات لبنان و ایادی اسرائیل دانست است. حسن خمینی نوی آیت الله خمینی از عدم تناسب اسلام در ایران انتقاد کرده و گفته است ما با یک اسلام کاریکاتوری مواجه هستیم. به گزارش ایسنا حسن خمینی در 68مین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد گفته است اسلام کاریکاتوری اسلامی است که هم اسلام است و هم نباید از آن انتظار کارکرد یک اسلام واقعی را داشت. وی گفته است نسبت در نظام ارزشی ما به هم ریخته است. آیا در جامعه ما آبروی مؤمن به اندازه کعبه حرمت دارد؟ نبه خمینی در ادامه هم از پدر بزرگش تمجید کرده و گفته در دوران آیت الله خمینی اسلام کاریکاتوری نبود. وبسایت مجذوبان نور گزارش داد اداره اطلاعات شهر بابک با نصب چند دوربین در مقابل محل برگزاری مجالس درویشی این شهر اقدام به احضار مکرر و بازجویی از دراویش گنوبودی این شهر کرده است کازم تحمصبی که مسئولیت برگزاری مجالس درویشی این شهر را بر عهده دارد از جمله افرادی است که توسط این نهاد امنیتی احضار و برای تعطیلی مجالس درویشی در این شهر به شدت تحت فشار قرار گرفته است امیر علی لباف از دیگر درآویشی است که در مدت پنج سال اقامت اجباری در شهر بابک بارها از سوی دادستانی آن شهر احضار و جهت تعطیلی مجالس درویشی تحت فشار قرار گرفته بود و اخیرا با اتمام مدت تبعید خود به شهر بازگشته اما فشار اداره اطلاعات بر دراویش شهر بابک بیش از پیش شدت یافته است. در 24 ساعت منتهی به سی بهمن سال جاری به طور متوسط هر دو ساعت یک نفر در ایران ادام شده است. به گزارش خبرگزاری های حقوق بشری طی یک شبانه روز دوازده ادام در کرمان، قزوین، شیراز، رشت، رودبار و سوم اسفرا انجام شده است. به این ترتیب شمار اعدام ها در یک هفته گذشته به 20 نفر می رسد که از این تعداد 5 اعدام به اتهام سرقت مسلحانه و تجاوز به اون فوده و در شهرهای شیراز و کرج در ملعه عام اجرا شده است. اعدام در ملعه عام مجازاتی است که به گفته برخی از مقام های قضایی و انتظامی ایران به منظور پیشگیری از وقوع جرم و جنایت و عبرت سایرین صورت میگیرد. شیوه که به اعتقاد کارشناسان نه تنها میزان جرم و جنایت را در جمهوری اسلامی کاهش نداده بلکه به رواج خشونت در جامعه نیز منجر شده است. اظهار نظرها و واکنش ها به موضوع انتخابات مناقشه برانگیز 88 همچنان ادامه دارد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی اخیرا گفته است های قضایی و امنیتی صورت گرفته با حوادث سال 88 کاملا قانونی بوده. و فرمانده کل سپاه هم گفته ماجراهای 88 دعوایی بر سر موضوع انقلاب اسلامی بود اعتراض مسالمت‌آمیز مردم به نتایج انتخابات جنجالی 88 با خشونت سرکوب شد ده ها تن کشته و بسیاری از فعالین مدنی و روزنامه نگاران و معترضان بازداشت شدند و میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در حصر خانگی قرار گرفتند. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی در جلسه مسئولان عالی قضایی حوادث سال 88 را حرکتی برخلاف مصالح و 100 درصد مغایر با امنیت کشور دانسته و از برخی اظهار نظرها درباره نحوه برخورد و مدیریت مسائل مربوط به آن سال انتقاد کرده است. رئیس قوه قضایی اضافه کرده کسانی که به نحوه این برخوردها اعتراض دارند نسبت به تمام جهان قانون اساسی بی توجه و ناگاه هستند وی همچنین با اشاره به اظهارات اخیر آمریکا افسوده که این کشور حق دخالت در امور داخلی ایران را ندارد به تازگی ایالات متحده آمریکا در آستانه سومین سال حصر غیرقانونی میر حسین موسوی مهدی کروبی و زهرا رهنورد از دولت ایران خواست که این افراد را آزاد کند در همین راستا محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه هم با اشاره به حوادث پس از انتخابات دهمین ده دوره ریاست جمهوری گفت دعوای خیابانی سال 88 بر سر موضوع انقلاب اسلامی بود انقلاب اسلامی یعنی حرکت جمعی در یک جامعه و امت تحت رهبری یک ولایت فقیه عادل که جامعه را به سمت اسلامی شدن ببرد وی ادامه داد در دوران دوم خورداد، برخی شعار توقف انقلاب را سر می دادند و آنها که در حاکمیت هم نفوذ کرده بودند توقف انقلاب را دنبال می کردند که مشکل ما نیز با همین نگاه است محمد علی جعفری فرمانده سپاه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه مجازاتی برای رهبران جنبش سبز در نظر گرفته خواهد شد گفته مجازات آنها همان حبسی است که دارند میکشند سردار جعفری همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود و در پاسخ به سوال یک بسیجی درباره وظیفه دانشجویان در صدور انقلاب به خارج از مرزهای ایران هم گفت صدور انقلاب پیشکش کاری کنید که داخل کشور درست شود اظهارات رئیس قوه قضاییه در خصوص قانونی بودن حوادث 88 در حالی است که بسیاری با آن سرکوب خونین و احکام حبس و اعدام ها انتقاد دارند از جمله این افراد علی متحری نماینده مجلس است که وی روز گذشته به صورت غیرقانونی به دادگاه احضار شد متحری چند پیش خواستار تجدید نظر در احکام قضایی مربوط به متهمان وقایع سال 88 شده بود متحری و بسیاری از منتقدان عملکرد قوه قضایی ادامه حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را غیرقانونی دانسته و خواستار آزادی هرچه سریعتر این رهبران جنبش سبز هستند در همین راستا مقامهای آمریکایی نیز در سومین سالگرد حصر خانگی موسوی و کروبی خواستار آزادی آنها شدند که این خواسته با واکنش تند مقام های جمهوری اسلامی مواجه شده است خبرگزاری فارس نوشته خواهر هفتاد ساده الله لاجوردی دادستان پیشین انقلاب سه روز پیش به طرز مشکوکی به قطر رسید حسین لاجوردی فرزند اسدالله لاجوردی گفته خواهر لاجوردی مرگ مشکوکی داشته که مسئولان امنیتی و انتظامی در حال پیگیری آن هستند وی درباره جزئیات این حادثه گفته است سه روز از حادثه میگذرد و دو روز قبل مسئولان جسد او را در دماوند پیدا می کنند. الله لاجوردی از چهره های تندروی جمهوری اسلامی و از اعضای شورای مرکزی جمعیت مؤتلفه اسلامی بود که نقش بارزی در سرکوب ها و اعدام های دهه 60 داشت و در اول شهریور ماه 77 در بازار تهران ترور شد. دبیر خانه کارگر بجنورد از تعطیلی کارخانه پیشرو مصالح شرق و بیکاری 110 کارگر این کارخانه خبر داد و گفت این کارخانه از 15 روز گذشته به دلیل آنچه از سوی کارفرما کمبود منابع مالی ذکر شده تعطیل شده است فرهاد هدایتی به خبرگزاری ایلنا گفته است کارگران کارخانه پیشرو مساله شرق که دو ماه و نیم حقوق نگرفتند یکی از عوامل تعطیلی کارخانه را بدهی به دو اداره گاز و برق ذکر می کنند. او گفت تعطیلی کارخانه همانند پیشرو مساله شرق که تامین کننده بخش زیادی از مساله ساختمانی استان است باعث کندی ساخت و سازهای عمرانی خواهد شد. خبرگزاری آلمان روز چهارشنبه 28 بهمن گزارش داد که مرد 62 ساله به نام دکتر علی رضا در حوالی شهر بون بازداشت شده است. فرد مذکور متهم شده که با خرید قطعاتی برای برنامه موشکی ایران قانون تجارت خارجی آلمان را نقض کرده است. ماموران آگاهی گمرک آلمان تحت نظارت نماینده دادستانی کل این کشور خانه این شخص و محل کار وی در ایالات نوردراین وستفالن را تفتیش کردند. دکتر علی رزابه در حال حاضر در بازداشت موقت به سر می برد. شخص متهم است که بین سالهای 2011 تا 2013 به صورت تجاری قطعاتی روی هم بالغ بر 230 هزار یورو از محصولات آلمان و دیگر کشورها برای برنامه موشکی ایران تهیه کرده است. علی باغرزاده معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور گفته است تعداد 9 میلیون و 719 هزار نفر بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال 90 در گروه سنی 6 سال به بالا در کشور بی سواد مطلق شناخته شدند. آقای باقرزاده درباره وضعیت زنان نیز گفته است وضعیت سواد زنان در نقاط مختلف کشور متفاوت است به طوری که در سیستان و بلوچستان در گروه سنی 6 سال به بالا 33 درصد بانوان بی هستند وی در تعریف فرد بی سواد گفته است هر شخصی که قادر به خواندن و نوشتن یک متن ساده نباشد و از انجام محاسبات چهار عمل اصلی ریاضی ناتوان باشد بی سواد است. در پی هفت سال تاخیر شرکت CNPC چین در توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی وزیر نفت ایران اعلام کرد آخرین اختار رسمی را به چینی ها داده است. هفت سال قبل این شرکت طی قراردادی توسعه میدان آزادگان جنوبی را بر عهده گرفت تولید نفت این میدان در سال 87 به 25 هزار بشکه رسید و مکنون روزانه 50 هزار بشکه نفت از این میدان استخراج می شود. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران به کشور چین هشدار داد که دست از تأخیر در توسعه میدان آزادگان جنوبی بردارد. به گزارش اداره کل روابط عمومی شرکت نفت آقای زنگنه گفت که این آخرین اختار رسمی به کشور چین است زنگنه گفت که احتمال اخراج چینی ها در صورت ادامه وضع موجود در توسعه این میدان وجود دارد اختار وزیر نفت ایران به کشور چین در حالی است که عراق به عنوان شریک نفتی ایران در این میدان مشترک آزادگان جنوبی از عواست شهری بر ماه سال جاری تولید نفت از این میدان مشترک را با ظرفیت 175 هزار بشک در روز آغاز کرده است و به زودی این حجم به 400 هزار بشک در روز خواهد رسید. عبدالرزا حاجی حسین نجات مدیرامل شرکت مهندسی و توسعه نفت به تازگی درباره آخرین وضعیت پیشرفت اجرایی طرح توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی به خبرگزاری مهر گفته است که از مجموع 185 حلقه چاهی که باید بر اساس برنامه در فاز نخست توسعه این میدان مشترک تکمیل میشد تا کنون تنها 7 حلقه چاه هفت باری شده است این مقام مسئول در شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه همکنون 5 دکل در میدان آزادگان جنوبی فعال است تصریح کرد که این در حالی است که قرار بود مطابق با قرارداد شرکت CNPC چین 25 دکل حفاری در این میدان مشترک نفتی مستقر می کرد. بر اساس برنامه تولید نفت از این میدان می در مرحله اول با 320 هزار بشکه و در فاز بعدی این رقم به 600 هزار بشکه در روز برسد. با این حال حاجی حسین نجاد می گوید که پیشرفت فاز نخست توسعه این میدان مشترک نفتی با عراق 7 درصد بوده است. خبرگزاری مهر می که همزمان با ادامه وقتکشی کشی چینی ها در توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی ویژن جن زنگنه وزیر نفت روز یکشنبه در نشست مشترک با رئیس جمهوری با انتقاد از عملکرد پیمانکار چینی طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی گفت عملکرد شرکت چینی مطلوب ارزیابی نمی شود و اختارهای لازم برای خلق این پیمانکار داده شده است به گزارش مهر شرکت پیمانکاری چینی در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران در طول یک دهه گذشته تاکنون عملکرد خوبی نداشتند به طوری که توسعه سه میدان مشترک یادآوران آزادگان شمالی و آزادگان جنوبی پیشرفتی لاک پشتی داشته که وضع توسعه آزادگان جنوبی بدتر از دو میدان دیگر است این گزارش میگوید که در همین حال قرار بود بهمن ماه 1392 تولید نفت از میدان یادآوران با افزایشی حدود دو برابری با 50 هزار بشکه در روز افزایش یابد که محقق نشده است. پیشرفت لاک پشتی و تأخیر چشمگیر چینی ها در میدان مشترک آزادگان جنوبی در حالی است که مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان بهمن ماه گفته بود که کارگران چینی که در میدان های نفتی آزادگان کار می کنند لاک پشت فراتی را شکار می کنند و می خورند. حمید رضا افسوده بود که کارگران چینی وزارت نفت این لاک ها را در حورالعظیم عظیم یا تالاب بزرگ هویزه که یکی از بزرگترین تالاب های استان خوزستان است به شکل غیر مجاز شکار می کنند. چین یکی از کشورهای متحد ایران در حوزه برنامه اتمی این کشور است. اما چندی قبل یک نماینده مجلس گفت که چین در جریان تحریم ها خسارت نجومی به ایران زد. منابع ترکیه ای اعلام کردند اخیرا مقاماتی از ایران به ترکیه سفر کردند تا دارایی رضا زراب تاجر ایرانی بازداشت شده در مورد پرونده فساد اقتصادی در این کشور را پس بگیرند روزنامه یورت دیلی ترکیه با اعلام این خبر نوشته است مقامات ایرانی برای انتقال دارایی های زراب و شرکایش به ایران از مقامات ترک درخواست مساعدت کردند بابک زنجانی دیگر تاجر ایرانی که گفته می شود شریک زراب بوده 14 میلیارد دلار دارایی را به اشکال مختلف در داخل ترکیه مدیریت می کرده است. زنجانی در دسامبر 2013 از سوی مقامات قضایی ایران بازداشت و اکنون در تهران زندانی است. و ایوی وی متهم به تصرف غیرقانونی میلیاردها دلار دارایی دولت ایران است. مقامات ایران میگویند تنها یک نهم طلب دولت ایران از وی با مصادره اموالش در ایران قابل وصول است شهردار شهر ارومیه با انتقاد از عملکرد دولت در جهت نجات دریاچه ارومیه گفته است دولت تا کنون به صورت جدی وارد عمل نشده است بر اقدامی که صورت گرفته تنها در حد مذاکره و طرحهای روی کاغذ بوده است محمد پور گفته است اگر اعتبارات لازم از سوی دولت تخصیص نیابد استانداری شهرداری و یا هر دستگاه اجرایی دیگری نمیتواند گامی در جهت نجات دریاچه ارومیه بردارد به گفته است اینکه دولت با کمبود بودجه مواجه است توجیه خوبی برای کمکاری دولت نیست چرا که بازی کردن با جان هفت میلیون نفر از ساکنان استانهای آذربایجان غربی و شرقی به هیچ وجه قابل توجیه نیست دولت حسن روحانی بارها بر اجرای طرحهای فوری برای نجات دریاچه ارومیه تاکید کرده و در این ارتباط نیز هفته گذشته یک همایش نیز برگزار شد. در حالی که یک سازمان مدافع حقوق پناهجویان قربانی ها در اردوگاه پاپوا گینه نو را ایرانی معرفی کرده، دو کشور استرالیا و گینه نو وعده تحقیق درباره چگونگی و دلایل خشونت در این اردوگاه را دادند. روز دوشنبه 28 بهمن ما در جریان دومین روز از شورش و درگیری در یکی از اردوگاه‌های نگهداری از پناهجویان استرالیا واقع در جزیره مانعوس پاپوا در گینه نو یک نفر کشته و 77 نفر زخمی شدند به دنبال این اتفاقات دولت پاپوا گینه نو فرد قربانی را ایرانی معرفی کرد و گفت این فرد در اثر جراحاتش در بیمارستان درگذشته است در رویداد دیگر دولت استرالیا افشای اطلاعات شخصی هزاران پناهجو از جمله ایرانیان را تایید کرده است گفته می شود اطلاعات پناهجویان بیش از 80 کشور از جمله ایران، افغانستان، سریلانکا و سوریه در این لیست وجود دارد و برخی از این افراد بیش از سه سال است به جزیره کریسمس منتقل شدند. اطلاعات پناهجویان شامل نام کامل آنها، ملیت، محل اقامت و اطلاعات کشتی است که این افراد با آن به استرالیا رسیدند. با این خبر به پایان این مجموعه خبری میرسه. ممنونم که با تلویزیون ایران فردا همراه هستید. از طرف خودم و گروه خبر شب و روز خوبی را رو برایتان آرزو میکنم. خود نگهدار.